اولا تمام دستندرکارانی که اینجا بودیم و ریز جزئیات را هم در جریان بودیم در مخیلمون نبود که 22 بهمن رژیم سقوط میکنه. هیچ کدوم. وقتی که آقای خمینی گفت من میام، همه گفتن باز چی الان میاد ایشون؟ زوده؟ قبلش قرار بود که اول بهمن اینجورا بیاد. ممکن تدارک کمیته استقبال بودیم دیگه، هنوز آمادگی اونجوری نبود که چیز اینو میدونستیم یه روزی بعد بیاد. دو ماه قبلم فرض کنید تشکیل شد ولی به صورت جدیش اونجور نبود. بعد به یه اینجا بررسی کردن، گفتن نه آقا عقب بندازه. اینو اطلاع دادیم عقب هم انداخت. یه هفته بعدش آقای دکتر یزدی اعلام کرد که آقا تصمیم گرفته 22 میاد و هیچ تغییری هم نمیشه داد. 12 میاد، هیچ تغییری هم نمیشه داد. یه هفته عقب انداخته بودن. تنها چیزی که از پاریس به عنوان دستور و تصمیم قطعی همه اطاعت بکنید و تبعیت بکنید ورود آقا بود، ولی بقیه چیزا مشورت میشد، رد و بدل میشد. رابطه این کار از اون بر آقای دکتر یزدی بود، یعنی آقای دکتر یزدی از اون. از این برم بعضی مواقع مثلا من بودم یا بعضی مواقع روحانیون خاص رو میخواستن، مثلا آقای مطهری صحبت کنه، آقای ربانی شیرازی صحبت بکنه، اینا به این ترتیب بود. جنبه دستوری نداشت، مطالب رو اینجا میگفتن، به یه بررسی هایی میرسیدیم، بعد میرفت اونجا. بعد مثلا بختیار میخواد بره پاریس آقای خمینی رو ببینه و چیز بکنه، اینجا مطرح شد که بختیار موقعی بیاد پاریس قبلا استعفا بده، ولی شما به عنوان بختیار رو به عنوان نخست وزیر نپذیرید. آقای خمینی هم اونجا اعلام کرد که بختیار، این شورای انقلاب تحلیل کرده بود و بینش